ماریانه چطور یافتید سخنان فرماندار ایالتی که خودتون از اونجا با ما در ارتباط هستید چون میدونم میشیگان خیلی هم اتفاقا مهمه برای خانم هریس به خصوص با توجه به جامعه عرب تبار و مسلمان تباری که دارن و الان به شدت متاثر هستن از جنگ غزه همونطور که شما گفتیم به حال ایالت حساسی هست ایالتی هستش که در واقع, در واقع پنجا پنجا هستش در محلی که من زندگی میکنم در حاشیه شهر در واقع شما کلی جمهوری خواه میبینین دموکرات میبینین خیلی مخلوط هست واقعا خیلی دشوار هست بشه گفتش در هر انتخاباتی چه کاندیدایی میتونه پیروز بشه و معمولا هم فاصله فردی پیروز و فردی که انتخابات رو میوازه زیر دیویزی نفر هستش بنابراین ایلات بسیار مهمی است. خانم ویتمر خیلی فرماندار محبوبی هستش سیاست هایی که در طی سال گذشته اعمال کردن در بخش های از میشیگان طرفدار داره شبکه های اجتماعی رو خیلی خوب میشناسه جوان رو خیلی خوب میشناسه حضور اجتماعی خیلی قوی داره و از این جهت به حال یکی از تکیهگاه های دموکرات ها هست در ایالات میشیگان و به همین خاطر هم در یک شب در یک جای مهمی از شب نهایی گرد همای دموکرات از ایشون استفاده کردن اینکه به حال ایشون چقدر بتونه که کمک کنه که به حال رأی میشیگان به سمت دموکرات بیاد اون در طی دو ماه آینده دید ولی به حال که از محبوب حزب دموکرات هست گفته میشه که آینده به حال درخشانی خواهد داشت همین در همین سال گذشته پیش بینی شد که اگر که آقای یعنی بایدن شرکت نمیکردن و یعنی باز می این انتخابات مقدماتی به کاندیداهای دیگه خانم ویتمر یکی از کسایی بود که فکر می‌کردن که ممکن است کاندید ریاست جمهوری بشه بنابراین شخص بسیار کارآمدی هست و به همین جهت هم که در شب نهایی خیلی با فاصله کمی از خانم هریس دارن صحبت میکنن و مشخص هستش که به حال ایالت میشیگان برای دموکرات ها بسیار مهم هستش که چنین جایگاهی رو برای ایشون قائل شدن آقای مماریان در این چند روزی که از همایش گذشته در مورد آن چه که از دونالد ترامپ نمیخوان اینجا زیاد صحبت کردن اما در مورد آن چیزی که حزب باید انجام بده و میخوان کمتر شنیدیم شاید یکی از استثناءها اتفاقا آقای پانتا بوده باشه که یک کم با تفسیر و توضیح بیشتری در مورد به خصوص سیاست خارجی صحبت کرد فکر نمی کنید که نیاز دارن بیشتر از اینها به های مثل آقای پانتا که تشریح بکنه که بسیار خوب اگر خانم هریس به قدرت برسه برنامه چه خواهد من اینو در صحبت قبلی هم تاکید کردم که مسئله سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی آمریکا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین کننده نیست مگر اینکه ایالات متحده درگیر یک جنگی باشه و سربازشون در کشورهای دیگه باشن در این حالت تعیین کننده است مثل زمانی که زمان آقای بوش مثلا آمریکا در عراق و افغانستان درگیر جنگ بود بنابراین این مسئله رو توجه بکنیم که الان مخاطبشون مخاطب داخل کشور هستش مخاطبشون بخشایی هستش که حال با یه سری مسائل دیگه ای برحال پنجه نرم میکنن و مسئله اقتصاد، مسئله مهاجرت، مسئله سخت جنینی ها مسئله مهمشون هست و توجه بکنیم که ببینید هر دو تا کمپین انتخاباتی هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها تلاش میکنن که نقاط بر نقاط قوتی که دارن و بر حال اون مطالباتی که از مردم رو میتونن پاسخ بدن اون دستور کار حزبیشون رو بنویسن و نحوه بر حال ارتباط برقرار کردن و رای دهندگان رو انتخاب بکنن مثلا در کنفرانس در کنوانسیون جمهوری خواه ما در خصوص سخت جنین زیاد نشنیدیم یا در خصوص اینکه بخوان قوانین مرتبط با اسلحه اسلحه رو سخیرانه تر بکنن تا مثلا خشونت مرتبط با اسلحه کاهش پیدا بکنه ولی در یا در مورد سخت جنین زیاد نشنیدیم مثلا مربوط به آزادی های مربوط به باروری اینا زیاد نشنیدیم اینو میبینیم که در کنوانسیون دموکرات ها روی این مسئله تاکید میکنن ولی روی مسئله مرز مرز که مثلا یک موضوعی هستش که ممکن هستش که خب میدونن که در نظر سنجی ها از آقای ترامپ عقب تر هستند تاکید زیادی رو ندارن درست است که میگن که در خصوص مرز خیلی سخیر خواهند بود اینها ولی تلاش میکنن که اساسا خودشون رو دور کنن از مسائلی که جمهوری خواهان میگن و برن مثلا موضوع رو تمرکز بدن روی کرکتر آقای ترامپ اگر شما دقت کرده باشین در چهار روز گذشته محور عمده بسیاری از سخنرانی دموکراتین بود که کرکتر آقای ترامپ مناسب ریاست جمهوری نیست یعنی اساسا ربطی یعنی شما صرف نظر از مسائل اقتصادی و مسائل مهاجرت و موارد دیگه که ربط داره به سیاست گذاری اینو میذارن کنار و ربط میدن به کرکتر ریاست جمهور که که یک کسی که میخواد رئیس جمهور بشه بعد کرکتری داشته باشه که به هر حال واجدش یه سری شرایط خاص باشه که آی ترامپ اون ها رو نداره بنابراین هر حزبی برای خودش نقاط قوتی داره و همون را رو همون را رو در واقع در دستور کار قرار میده و آدم, آدم های حزبی خودشون اونها رو در کمپین انتخاباتی جلو میبرن و اینجوری نیست که مثلا اگر آی ترامپ در مورد مسئله مهاجرت صحبت میکنه دموکرات‌ها سعی کنن که یک جوری دنبال روی نحوه به حال پیام رسانی اونا باشن و اونو بخوان تکرار بکنن و جواب بدن و به قول معروف توی اون ورته بیفتن خودشون برای خودشون یک مدل متفاوتی از اولویت ها رو دارن و اون اولویت ها رو جلو میبرن باید دید که مردم آمریکا در نهایت در ماه نوامبر موضوعاتی یعنی موضوعات مرتبط با سیاست گذاری در خصوص مهاجرین یا اقتصاد رو که الان نگاهشون خیلی مثبت است با آی ترامپ اون رو اولویت قرار خواهند داد یا اینکه به خود مسئله کرکتر صرف نظر از مسائل اقتصادی ها که برای ترامپ قوی تر هست به مسئله کرکتر توجه بیشتری خواهند کرد این یک چالش بزرگی است و به همونطور که عرض کردم بر اساس نقاط ضعفی که دو تا حزب دارند اونها رو روش تاکید میکنن به جلو میبرن و سعی میکنن که مردم توجهشون به این نقاط جلب بشه در همایش ملی حزب جمهوری خواه ما چندان اون موقع اسم آقای بایدن رو نشدیدیم ولی اینجا تقریبا همه سخنرانان حالا به استثنای یکی دو نفر مستقیم و غیر مستقیم به آقای ترامپ اشاره کردند میدونم که بالاخره آقای ترامپ چهره جنجالی هست هستند به از جمهوری خواهانی که هم در دورهای قبلی خیلی به او اقبال نشون ندادن هم به خصوص بعد از ششم ژانویه نظرشون در مورد او تغییر کرده چقدر فکر میکنید این سیاست که تمرکز بکنن روی نام آقای ترامپ اینجا در همایش دموکرات ها و در این فرصت باقی مانده و نقاط منفی او رو هی گوش زد بکنن میتونه به نفع کارزار خانم هریس بشه؟ ببینید خب قطعا آقای ترامپ هوادارای خودشون رو دارن یعنی هوادارای آقای ترامپ به خاطر صحبتی که دموکرات ها جذبشون نخواهند شد دو تا گروه هدف دارن دموکرات در این خصوص یکی مستقل ها هستند که به حال ممکن استش که در این انتخابات کسر بزرگی باشن یعنی مثلا تا حدود ده درصد باشن که خیلی در انتخابات آمریکا که خیلی به هم نزدیک هست در ایالت های مختلف این ده درصد میتونه تعیین کننده باشه یکی جمهوریخواهانی هستند که این جمهوریخواهان مایل نیستن که به آقای ترامپ رای بدن نور ترامپر هستن و در انتخابات مقدماتی ما شاهد این بودیم که در بسیاری از ایالت تا حدود 20 درصد از کسانی که در انتخابات مقدماتی شرکت کردن در ایالت مختلف برای جمهوری خان به خانم نیکی هیلی رأی دادن امیدوار هستن که با این نوع پیام رسانی با تاکید و به حال استمرار روی گفتن اون نقاط ضعف آقای ترامپ یک کسری از اون جمهوری خواهان رو به خودشون جلب بکنن و اگر شما دقت کرده باشین در که در, در, هم شما گزارش رو داشتین در طی چهار روز گذشته جمع قابل توجهی از جمهوری خواهان از کسانی که در کاخ سفید کار کرده بودن در دولت آقای ترامپ کار کرده بودن و الان با آقای ترامپ فاصله گرفتن دیگه ایشون رو قبول ندارن یا نمیخوامشون رای بدن در گرد یک دموکرات‌ها صحبت کردن علیه آقای ترامپ و گفتن که صرف نظر از مسائل مرتبط با سیاست گذاری مختلف موضوع این انتخابات دموکراسی هست آزادی های مردم هست و اگر ما در این کمپ الان هستیم بخوام به خانم هریس رای بدیم به این معنی نیستش که, که خوان میخوایم که جمهوری خواه نباشیم بلکه بلکه میخوام که ما یک وطن پرست هستیم و میخوام مملکت رو نجات بدیم بنابراین نوع هدف گذاریشون متفاوت بوده در این انتخابات و از این جهت میشه گفتش که خب با گرد همای جمهوری خواهان متفاوت بود یه نکته مهم این هستش که ببینید خانم تا مدت ها فکر میکرد آقای ترامپ و کمپینشون که آقای بایدن کاندیدای ریاست جمهوری خواهند بود و اون زمانی که فشار می بودن به آقای بایدن کمپین آقای ترامپ و خود ایشون در این خصوص صحبت نمی کردن چون همچنان مایل بودن که یک کاندیدای ضعیف در مقابلشون قرار بگیره و اشتیاق دموکرات بسیار پایین بود شانس آقای ترامپ خب قطعا بسیار بالا بود اون موقع بنابراین میشه گفتش که یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه در حال حاضر در اون گرد همای جمهوری در واقع این تردیدها وجود داشت در خصوص آقای بایدن و مطمئن نبودن که آقای بایدن به حال وضعیتش چطور خواهد شد و از این جهت تمرکز زیادی رو اینشون نکردن هرچند که اگر دقت کردین توی همون همایش چند روزم در چهار روزم در میلواکی سیاست های دولت آقای بایدن بسیار به چالش کشیده شد خب بخشی از این سیاست اقتصادی است مرجع هست و چیز دیگه به شدت این سیاست ها به چالش کشیدند. ممنونم ممنونم از شما امید معماریان روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما آرش